بسم الله الرحمن الرحیم. ما عرضه داشتیم امانت رو بر آسمان ها و زمین و کوه ها، ابا کردن، سر باز زدن که یحملنها، حملش کنند و ترسیدن. لکن انسان حمل کرد، این انسان ظلوم و جهول بود. خب اول چیزایی براتون بگم بعد اون مخبر. آدم صفت الله بند خدا، حالا دنیا چجوریه؟ گرفتار شد دیگه، حالا آمد و با حوا و اولین مولود این آدم حوا قابیل بودش. دنیا چجوریه؟ قابیل از 12 نفر است که تو اسفل نار هست میشه. چه خبره؟ یه خورده گذشت و حابیل به دنیا آمد و چه اون وقت دستور آمد با آدم صفت الله که میخوام سوره مائده رو بیارم اونجا شون نوشته که از طرف من بگو به زن و بچه های حق هستن که بعد از تو حابیل جانشین شد. پیغمبرها در زمان حیاتشون جانشین رو معرفی میکردن که مردم هایی بدونن که بارها معرفی میکردن حابیل. بعد ایشون این مطلب رو اعلام کرد و سر و صدای قابل که 2 بزرگتر از اون بود در آمد. خب به ریاست و منم چرا اون باشه و من که 2 بزرگترم و هرچیم که پسر به من ربطه نداره، خدا به من گفته. نه خدام، چون خدا از این حرفا نمیزنه و تو اصلا این دوستش داری و من باید باشم. جر و منجر صفحه 112 قرآن خط 5 شروع شده این داستانه. از سر صفحه 12 اون بالا بشمارید 1, 2, 3, 5, 4 وطل و علیهم نبعب نی آدم بالحق. پیغمبر داستان 2 آدم رو که داستان حقیه، یعنی واقع شده این داستان، بخون براشون چی شده. جر و منجر به اینجا کشیدش که میگفت نه تو از خودت بگوی، خدا هم چه حرفا نمیزنه و من باید رئیس باشم. ایشون گفتن که حالا این کارو بکن. حضرت آدم علیه السلام به همین قابیل کشاورزی یاد داده بود. خاطرتون باشه انبیا فقط وضو و غسل یاد نمیدادن و همه چی یاد میدادن، کشاورزی، دامداری، همه چی، در همه این مقوله ها. به حابیل دامداری یاد داده بود. اینا لازم است خب این کارو هی بشه. گفت مقداری از اموالتون رو به عنوان تقرب به خدا بیارید، سر بلندی بذارید، بخوان داستان 2 آدم رو وقتی که قربا قربانن، یه چیزی رو به عنوان تقرب آوردن تو بلندی که ببینن خدا قبول میکنه. قبولی اینجور بودش که آتش سفیدی از آسمان میومد میرفت سمت این قربانی، اگه میخوردش یعنی محو میشد، معمولا خدا قبول کرده. اگر رد میشد اثر نمیکرد معلوم بود قبول نشده. این مصیبت تا زمان پیغمبر ما بودش ها، پیغمبر به یک گریه و التماسی برشن بخواد که خدایا این علامت رو برشن، اگر نه آبروزی میشد، میرفتیم منا حج، قربانی که میکردیم آتیشه میامدش، تأکل هون نار. رد میشد از قربانی من قبول نمیشد. حالا چی میخواستم بگم؟ بگم خدا اشتباه کرده، نمیفهمه، مسئله بلند نیست بودن. خدای خودت بدون مالکی قبول خوب دیگران این آفتابی میکنه نکنه پرده برده. بله یه آتش سفیدی میامد اونه که هضم کرد قبول میشد. قابل دید اینجا دیگه چاره نداشت، چون دیگه هی میگفت تو دروغ میگو، بی خود میگو، اینا دیگه خوب خداست دیگه، خوب آتش از طرف خدا میاد. آوردن آتش اومدش، فتقبل من احدهما، آمد سمت این قابل. خیلی جنس جلبی داشت این، حالا که بنا شده مقدار انبالشی بیاره یه مخش آشغال جمع کرده دارد، مسخره و جوک و بله من ما حرف آقا ما رو میاریم. بله آمد آتیش سمت اون آشغال ها، با این که سزاوارم بود آشغال ها تو آتیش. خوب اون یه بره اخیرا گوسفندش زایده بود، خیلی بره زیبا بود، اون آورد ولی بره هر بردش. تقبل من احده ما، از یکیشون قبول شد، ولم یتقبل من الاخر. اینم جوش آورد قابل و گفت حرفا نیست، میکشمت. من حرفا سرم خدا آمد، من اصلا نمیذارم تو زنده باشی که رئیس من بشی. قال لاقتلنک،
جنایت و شرارت چجوری میشه. دعواهای بشر آدم سر من رئیس تو رئیس شروع شدش، یه به حق و باطل جن. جناب حابیل شروع کرد به نصیحت کردن، قال انما یتقبل الله من المتقین. داداش تو چجوری آخه توقع داری خدا قبول کنه؟ تو حرف پیغمبر خدا پدرمون، این بنده خدا مدت‌ها تو بهش بوده، بیرونش کردن، داستانا را که میدونیم، بعد توبه کرده، خدا پیغمبرش کرده، آخه دروغ برای چی بگه؟ هی دروغه دروغه. تو تقوایی به خرج ندادی، تازه حالا هم که رفتی قربانی بیاری تو را همش متلک میگفتی، بعدم یه مقدار آشغال برد شو آوردی به عنوان مسخره، تو توقع داشته خدا ازت قبول کنه. چند شب پیش حضرت آدم داشت سخنرانی میکرد برای زن و بچه و مانم. اینا کار تبلیغی رو ترک نمیکردن، دو تام که بودن میکرد دامن نمیدین با پسرش داره حرف میزن. حضرت آدم تو سخنرانی گفتش که قتل نفس، میگفتن این گناه ها رو، خیلی گناه بزرگیست و کسی کسی رو بکشه ظلمن، تمام گناه های مقتول میاد تو پرونده قاتل، قاتل هم حتما اهل جهنم میشه. یادش آور سخنانی پدرشو، گفت اولا تو علامه من گفتیم من میکشم، خیال نکن من اینو به دل گرفتم و فکر چاره میفتم و حالا به خاطر این حرف تو پس من بکشمت که منو نکشی. نه، لئن بسطت الی یدک، اگه حتی تو دستو بگشایی سمت من که بخوای منو بکشی، لتقتلنی ما انا به باسط یدی الک لاقتلو او اقتلو، من به قصد کشت نمیام سمت تو. میگن علتش بود که قانون قصاص و هنوز قانون قتال نگفته بود از حضرت برشون، اینا یواش یواش گفتن. الان به ما میگن، میگن کسی که میخواد ظلمن تو رو بکشه دفاع کن، و اگر در دفاع کشته شد خونش عدل، حق داری بکشیش که تو رو نکشه. این گفته نشده باشه، این که گفته اگه محمد من نمیکشم تو رو، ولی یادته که گفتن گناه بزرگیست آدم کشی. انی اخاف الله رب العالمین، من از خدای رب العالمین میترسم کسی رو بکشی. بعد دیدی پدرمون گفتش که در قتل گناه قاتل میاد تو پرونده مقتول، نتیجهش این میشه که انی اورید و انتبو اب اسمی و اسمک، اون وقت گناه منم میاد تو پرونده تو، گناه خودت هم هست، و تکول من اصحاب النار. یادت پدرمون گفتش که قاتل اصحاب ناره، و ذالک جزاء الظالمین، جزاء کار قتل اینه. اینجوری گوش نمیکرد اینا رو. آمدند و حضرت آدم متوجه شد که این پسر خیلی سرکش و گفته میکشمه دو، یه مصیبتی شده، خیلی بچه خیر سری هم بودش. خب حضرت آدم مواظب بوده وقتی نکشدش. خب حالا بیم سراغ آیه آخر احزاب، حالا وقتشه. حضرت آدم وقتی خدا گناهش قبول کرد، بنا شد بره زنش هم پیدا کنه، که پیدا کردن اونجا تو عرفات هم. و بعد حالا چه، جبرئیل آمد که خانه بساز، خانه کعبه رو ساختند، اول بیت وضع الناس. بله آمد تو مکه، جبرئیل کمکش کرد، ماکت خانه رو تو آسمان نگه داشت، گفت به آدم دقیقا جای همین پایه ها به همه اندازه ببر بالا، تا خودش هم کمک کرد، خانه کعبه رو ساختند درش. بعد گفت آدم باید حج به جا بیاری، یادش میداد مثل روحانی کاربونا و جبرئیل یادش داد، اینجور کن اینجور کن، احرام بپوش بیا اینجور، تمام اعمال رو گفت. رفتن رفتن تا آخر، گفت حالا شدی حاجی، حاج آدم، ما همه شدیم همه بچه حاجی. حالا تو پرانتز داستانی بگم که به اینجا ربط داره، یکی از این آخوندهای سنی ها، نه اینکه اونگاه، ولی مثلا سنه 700 هجری، یه دفعه روی منبر جس حضرت علی رو گرفت، گفت سلونی قبلا تفقدونی. آقا این ادعا رو حضرت علی کرد که تا من هستم بپرسید، هرچی میخواید من برم دیگه، من نباشم بپرسید. یه زنی از پشت پرده پاشد، گفت آه ببخشید حضرت آدم حج و جا آورد، سرش کی تراشید؟ اصلا تو فکر نیست، رفت تو شرارت،
گفت تو خودت به اجازه خودت اومدی مسجد یا به اجازه شوهرت؟ زنم فهمید. گفت ببخشید عایشه به اجازه خودش رفت جنگ جمل با علی جنگید یا به اجازه شوهرش؟ یای بابا یعنی خطرناک میشه. بگه خودش که پیغمبر خوب نه؟ بگه خودت گفت اگه به اجازه خودت اومدی خدا خودت لعنت کنه، اگه به اجازه شوهر خدا شوهرت. این گفت این دید الان خیلی وزن ناجور شد، از منبر اومد پایین و گفت زن ها اصلا چی اونه میذارن غر کردم. رفتم کسی بلد نبود، گفت با من سوالی کردم بچه. رفتم از امام شیشون پرسید، زمان امام شیشون بود، گفتن هفت سن از زودتر بود آقا بود. آقا فهمدن جبرئیل داشت کمکش میکرد برای حج موقع سرتراشی یاقوت، یاقوت فلز چیز سنگ له کرد، جبرئیل تو سرش مالید اینجوری به سرش معاذ زایل شد. بله این وقتی له میشه اون ریزه ریزاش بلندگی داره، موها رو میترشه. حالا یاد اون افتادم که من اونجا سرش همینجوری آدم میترشه. بعد بنا شد از تا آدم زندگی کنه، آمد کنار کوه هیمالیا، اونجا تبت، اونجا محل زندگیش بود. شاید دو سه سال پیش بود تو تلویزیون چه یادش من خورد داشتن نشون میدادن تبت رو. الان هم در کره زمین هیچ آب و هواش مثل اونجا نیست. توی کسی داشت تو خوش گندما را میرفت، گندما از آدم ها بلندتر بودش، الانم خیلی اونجا زندگی میکردم. ولی خب هر سال مکلف بود بیاد حج رو به جا بیاره برگرده. میگن هزار بار حج به جا آورده. یه دوستی داشتیم میگفتش که چرا مردم به من میگن حاجی؟ من که دو بار رفتم مکه، بعد بگن حاج حاج. چرا میگن مشدی؟ من سه بار رفتم مشهد، بعد بگن مشهدی مشهد. میگفت هی هم قم هستم، بعد بگن هی قم، بعد اسم من. حالا حضرت آدم بعد به هزار بار حاجات آدم. موقع حد شد، ای بابا این پسر هست چه کار کنیم؟ من اینجا دور بشم مواظبت نکنم میزن اینو میکشدش. هیچ کس هم نبود، ننه هم که کاری ازش نمیامد. انا عرضنا الامانه علی السماوات. خب پیغمبر ها اینطور هم دیگه، اینا حجت های خدا. رو کرد به آسمان ها که آسمان ها حفظ میکنید حابیل و من برم حج و بیام. آسمان ها گفتن که آدم ما امانت داری، تکلیف خدایی ما که نیست، شما در این دوی میترسیم وقتی پیش آمدی بشه برای همیشه شرمنده بشیم، شرمنده حجت خدا. اشفقن منها، این ترسیدن نه. به زمین گفت کره زمین حفظ میکنی حابیل تو من برم و بیام؟ زمینم ترسید و گفت میترسیم به وقت چیزی بشه. به کوها گفت نه، اینا گفتن ما نمی کنیم چون میترسیم چیزی بشه. اشفقن منها، ترسندند. قابیل متوجه شدش که همچه شرایطیه. چهره منافقانه گرفت و آنامود که نه من دیگه دل خوری ندارم و حق با شماست و بله من قربان حابیلم میرم و بله رئیس من و هرچی شما بخواید و زمین سازی کرد. و بعد گفت شما مکه میرید، من نگاش حواسم جمعه، من مثل چشمام حفظش میکنم. حمل حل انسان، یه انسان امانت رو قبول کرد، ولی این انسان ظلوم و جهول بود، میخواست آدم پاشه رو بیرون تمومش کنه. آدم من خدا خب رفت سپرد به قابل. برگردیم دوباره تو سوره مائده، بقیهش از اونجا براتون بگم. فتوعت له، صفحه 112، چهار خط بیاد بالا آخرش. آدم رفت و این تصمیم قتل گرفت برای قتل حابیل، نفسش وسوسه قتل اخی که بکش. ایشون گوسفنداشو می آورد حابیل. موقع بعد از ظهر هوا گرم بود، یه آقایی اونجا میکرد که باز دوباره بچرونه خودش هم خود استراحت. از دور مواظب بود، وقتی خوابید یک سنگ بزرگی برداشت آمد تو خواب زد رو سرش کشتش. فقتله، کشت برادر. سنگ خود رو سرش یه دفعه پیل نعره هم کشید، ولی خب رفتش تموم شد. اصبح من الخاسر، قتل واقع شد. حالا مونده بود که جنازه رو کجا بذاره، پدرش نفهمه، میترسید از حضرت آدم. هر جا فکر میکرد بذاره میگفت نکنه پیدا کنه.
چند روز جنازه کشی میگرد، اینجا بذارم اونجا بذارم. خدا به داد رسید، فبعث الله غرابا، یک کلاغی رو خدا برانگیخت جلوش، یبحث فی الارض. دو تا نقد داریم میگن دو تا کلاغ جلوش به هم نک زدن دیکشون مرد. اش نگاه میکرد دید خاک را عقب زد عقب زد عقب زد، جنازه کلاغر کشید، خاکار کشید روش. یه نقل داریم بیا گردوی را آورد زیر زمین جلو این دف کرد، یه به حسو فل ارز نشونش داد، لیوریه او کیفه یو واری سوعت اخی، چجوری جنازه بد دادشش رو زیر خاک کن. حالا گفته یا ویلتا عجز تو هم نکونم مثل حوزل غرام، من دیگه این کلاغ هم کم دارم. یادش اومد زمین چیز خوب، خود زیر کجا میدونه پدر من این همه زمین این کجاست. فاواری سوعت اخی، حالا تا حالا یه دونه آدم هم نبرده بود که ببینن جنازه رو چیکار میکنن، دفن تا حالا کسی نشد. فاصبح من النادمین، نه اینکه نادم شد، نادم شد چرا بلد نبودم جنازه کشی کردم، این جنسش خرابتر از توبه و اینا بود، نه نادم اصل کار، نادم که چرا بلد نبودم یه خودی جنازه کشی کنم، وضع خرابی داره. خود ارسطو فرمود هر قتلی تا قیامت از اون زمان واقع بشه، اول تو پرونده قابل می نویسن، بعد تو پرونده قاتل، چون او اساس اساس ذلک و بنا علیه بنیانه و جرا فی ظلمه و جرا. یاد داد به بشر که مخالفو با کشتن از جلو را بردارید. در تمام قتل ها شریک قابل، آثام القاتلین الی یوم القیامه، میره تو پروندش. هر کاری همینطوره، هر کاری از ما بمونه خوب باشه ثوابا رو میده به ما، بدم باشه ما معلمش باشیم. خب این دفن کردش. من اجل ذالک کتبنا، صفحه 113 اون بالا سوره مائده، كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. میفرماد در تورات به همین خاطر نوشتیم، مثل که آدم اول روز میگه یه آدم بیشتر نبود با حوا، این همه بشر، قابیل هم اگه میموند این همه بشر میامد تکثیر میشد. بگه پس یه نفر کشتن مثل اینکه همه رو کشتیم، به همین خاطر ما تو تورات نوشتیم من قتل نفسم، کسی کسی رو بکشه بی جا، یعنی به غیر نفس کسی رو کشته خب قصاص مواد بشه، یا فساد در عرض میکنه حکمش قتل اون عیب نداره، اما اگر نه مثل اینکه همه مردم رو کشتیم یه نفر اینجوری. از اون برم کسی باعث بشه یه نفر زنده بمونه مثل اینکه همه مردم رو زنده نگه داشتیم. بله این داستان قابلی همچین داستانی هم شده. خب حالا اینو دیدید شما، حضرت آدم بند خدا اومدش تو را که داشت میرفت با یه صحنه هایی برخورد کرد که خیلی دلهره گرفتش. اون وقت باد هر وقت میامد گرد و خاک پا نمیشد، باد وزیدن گرفت، چرا گرد و خاک، سخت گرد و خاک، همه ریزگردها رو میبرید، نبود این چیزا. پیغمبر بود، خب علم آدم الاسما کلها، گفت یک گناهی در زمین شده خدا داره گرفتاری ایجاد میکنه، بلا نازل میکنه، دلهورش هم گرفت این پسر نزده باشه اینو کشته باشه. به یه آبی رسید، دید این آب تلخه، تمام آبای کره زمین آب شرب بودش، چرا این آب اینجوری شد؟ باز گفت گناهی شده خدا داره برکاتشو میگیره. به یه درختی رسید، دید خار داره، هیچ درختی خار نداشت، گفت اینا چرا شده؟ بعد یه اشعاری گفته، هست اشعارش تو کتابا، به عربی هم گفته که چی شده که درخت ها خار در آورده، آبا تلخ و شور شده، گرد و خاک پا میشه، ظلمی شده، ستمی شده. حالا شما بدونید، منم بدونم، یه دونه سبحان الله برای خدا بگو، یه دونه، همین در کل زمین اثر برکتی ایجاد میکنه. یه دونه گناه بکن، نعوذ بالله، اثر بد در همه زمین ایجاد میکنه. اینو باور کن، ببین یه گناه اونجا شده برکاتو در خدا میبره. بله
دیگه نمیدونه. خب رحم حج به جا آورد و برگشت و آمد دیدش که نیستش حابل. ننه پرسید کجا، اونم خبر نداشت و این بر اون بر. اونم که بگو دیروز دیدمش و علم میدونم من پروز دم دیدمش از ظرف پیدا نمی کرد، دلهوره خیلی شدید شدش. جبریل می اومد یک کسی نام جبریل آمد که آدم خلاصه تسلیحت عرض می کنیم، یه همچین جنایتی شده و یه همچین مصیبتی شده و پسرت که حجت خدا هم بود، اولین حجت خدا رو با قصد برش داشتن، این بود که یواش را شیاد گرفتن، آخرین حجت خدا در رفته که نکشندش. بشر اینجوریه. جبریل خیلی راحت شد، حالا قابل فهمید، پدرش فهمیده، فرار کردش، اومد حوالی یمن اینجا زندگی کردن، اولادش خیلی زیاد شدن. بعدها جناب نوح نبی به همین اولادای قابل مبعوث شده بود. خود جناب نوح از اولادای شیسه پسر آدم. وقتی این راجع به اولادای همین قابل جایی از قرآن رو میخوام بیارم، سوره قمر. سوره قمر الان بیارم پنجاو بله قمر آورد بله. اون آیه که میخوام براتون بخونم در صفحه سوره قمر آورد. خب باش من در بکردم یه سوره قبل ترش، همونجا که نوشته سوره قمر بالای صفحه، از بالای صفحه خط بله سوم. و قوم نوح، این قوم نوح، این اولاد قابل بودن. انهم کانوا هم اظلم و اتقا، هیچ قومی ظلمشون مثل قوم نوح نبود و طغیانشون اظلم اتقا. نه اولاد قابل بود پرستم شده و اوضاع احوال. و قوم نوح من قبل انهم کانوا هم اظلم و اتقا. امام حسین سخنرانی فرمود، فرمود من در کل خلقت اصحابی ابر و اوفای از اصحابم سراغ ندارم. یعنی این 72 تا خوبیاشون تکه، یه جمعیت اینجوری دیگه پیدا نمیشه و با وفایشون هم تکه، ابر و اوفا. خدا راجع به قوم نوح میگه اظلم و اتقا، ظالمترین و طاغیترین اقوام بوده. خدا اینا که عصبانی شده داره چیزی میگه، حقایق اینا واقعا ظالمترین بودن، واقعا داغی کردن، چه اوضاعی شدش. حرص قابل فرار کرد. بعد گفتش که اونجوری شده اونجوری شده، بعد کلاقی خدا چی کرده و دفع کرده. اصرار کرد از آدم که کجا دفع کرد ببینه جنازه رو. گفت آدم نمیخواد ببینی، اصرار کرد. یه جنازه داشتم میبردن از شهدای خودمون، ما هم رفتیم امامزاده علی اکبرشون از دوستان بودن، جنازه رو برده بودن. مادر اصرار داشت ببینه، من گفتم پیغام دادم نمیخواد ببینه. جبرئیل هم گفت آدم نمیخواد ببینه. گفت علتش این بود آخرین خاطرات ازش این وقت داشت میره جای یادته، بعد الان این قیافه همش یادته، یه چیز بی سر و بی دست و ناجا ناراحتی داره. خب بیکاری و خیال تو دب شدی. این خانم هم گوش نکرد، آدم هم گوش حرف جبریل نکرد، آخرش جنازه تا چشمش خورد نعره کشید و افتاد. 500 سال از مردی افتاد آدم، اینقدر اعصابش به هم ریخت، اون حالت زناشویی و همه خیلی قصه میخورد. او اولین اولاد آدم و اینجوری و فلان و حجت خدا و همچی ظلم و ستمی. خداوند شفاش داد بعد از 500 سال و اولاد بهش داد شیس. شیس رو میگن هبت الله، یعنی خدا هبه کرد با آدم اینو. بله همچین مصیبت های درست شدش. دنبال آیه رو میخوام بخونم در سوره احزاب صفحه 427. امام معصوم این اصل جریان رو شنیده، این تعویلش، تعبیلش فرمودن که این امامتی که پیغمبر
علی رو امام کرد، خودش به زبونش دیگه پیغمبر روایت هم نقل میکنن سنی ها که من دو تا امانت میذارم و میرم، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا. به این امانت پیغمبر آی خمینی تو وصیتنامه شون هم اول وصیتنامه که چاپ شده داره، من دو تا دارم هم وزیک خوندم، من همه شون بخوند خیلی مطالب خوبی. این حدیث ثقلین رو اول نوشتن، بعد نوشتن که بعد از پیغمبر خودمون چه بازی سر قرآن در اومد چه بازی سر عترت. ما بازی که سر قرآن در اومده نرفتیم ببینیم، بله تا تو تفاصیل خود قرآن خدا حفظ کرده، من چرت و پرت تا این سنیا نوشتن بیچاره گرمشت. یه آقای داشتیم، آقای حمیدان، من این مقدار شادم حمیدان اسمشم یادم بیاد، این بایت الوسیلی خیلی رفیق بود، مجتهدم بودش، تابستون ها میمدش با آقا بودن مدتی، بله مثلا آقا دیر میکرد نماز میخوند اینا، یه وقت دیدم داره تفسیر المیزان رو ترجمه میکنه، خیلی هم سریع که چاپ هم شد ترجمه ایشون، بله بعدا حتی رساله هم داد بیرون چه و اینا مرحوم شده شده نیستش. یه دفعه منبر رفته بود مسجد آی سعیدی، چند بار گفت آقا من شوخی نمیخوام بکنم، خدا رو شاهدی گرفت چی که عین اون که شنیدم میخوام براتون بگم، شنیدن نکنی. من گفت رفته بودی من بلاد سنی نشین ایران، کجا؟ یه سنی رفته بود منبر، اینجا که سنی ها هستن، گفت رو منبر داشت اینو میگفت این حرفا رو، چند بارم گفت من شنیدم شما چی نه، گفتش که داشت میگفتش که روز قیامت که میشه خدا میاد یه صندلی میذارن میشه، نرفتید بخونه که آل خمینی دلش میسوزه. میگه خود ابوبکر هم بهش گفتن، یه یهودی بهش گفتش که خدا کجاست، گفت خدا رو صندلیش نشست. ابوبکر قرآن نمه الله علل عرش استوا، عرش این کرسی، و قرآن میگه بابا علل عرش استوا که اون نیست، یعنی حکومت میکنه. آره الان هم میگن برای اسرائیلیات دیگه میگن خدا اون تختش که نشسته چون هیکلش درشته چهار انگوش بزرگتر از تختشه، تختش زیر پاش جرق و جرق میکنه، الان بخواستن احترام هم بکنن اینجوری، گفت تخت میذارن میشینه اون سنیه بود. بعد پیغمبر میاد، بله دیگه سلام علیکم اونو هم بیاد جمع شن، گفت یه وقتی بوی عطر همه قیامت رو میگیره، خدا که سر در نمیاره نمیدونه چه خبره چی شد، پیغمبر میگه که صدیق ابوبکر آمدش، با هی قسم میخور میگه آقا به کی قسم، من خودم شنیدم و بودم پا منبر داشت میگفتی اینا. حالا جزء آیه قرآن، بعد یه آیه قرآن میارن، میگه ببین چه بازی سر قرآن در اومده. خب سلام علیکم کنه، خدا باشه، اوکی مرسی، خب خیلی خوب شده، خوشحال شدی. دو مرتبه بوی عطر همه عالم قیامت رو میگیره و فاروق عمر اومدش دیگه، هی سلام علیک با خدا و آشنایت و اوکه و مرسی و یس و اینا اون میشه. دو مرتبه عثمان اومد، اون هم بوی عطر و اینا، گفت یه وقت بوی گن قیامت رو میگیره، پیف پیف چه خبره چیه، گفت اما یه علیه داره میاد، آخه خلیفه چهارم که قبولش داره چاره ندارم، ولی بوی گندش قیامتش دیگه، حالا خدا چاره نداره اونم جفت شد. هدر نمی گفتش، گفتش که چه میاد چه میاد، خود ادامه داره این وقت خلفای راشدین دارن، بعد میگن چهارم علی پنجم حسن هم قبول دارن به علمان خلفای راشدین، بعد میرن سراغ معاویه و از مثل تا به یزید رسید. من برم مفصل بود، گفت یزید که آمدش حضرت زهرا میادش، اینا دارن کتاباش که شکایت خدا رو بکنه که چرا یزید پسر من کشته، گفتش که خدا به یزید میگه بی برو زیر صندلی من، بی برو زیر صندلی که نبیننده، یزید میره زیر صندلی خود پاشن نگه میداره اونجوری که نبیندش، فوت شکایت میکنه و اینا، میگه ببین فاطمه آخه یکی از این شاه‌ها یه وقتی رفت تیر انداخت به خدا که خدا رو بکشه، هست داستانش، آره اومد تیرم خونی برگشت، گفت دیم کشته شد تو ابرا ماهی و اینا هست، حالا مفصله، بله گفت به زهرا بخواست دلجویی کنه، زدن با تیر پای من زخم کردن،
من خدا را من گذشتم رفتم حالا صرف نظر کنه. حالا باز ادامه دار بودش که بچه شد حالا بهشت جهنم شروع شد. خب همه ابوبکر و عمر و یاران و همه رفتن تو جهنم و تو بهشت و علی رو خورده کرد تو جهنم حالا به آخرش خوشمزه است با همه شیعه ها. بله مو شیعه ها میباشه کچل و کور و من میدونم شیعه ها میگو حالا روزه شروع شد. باز قسم بخور میگو آقا من دروغ نه من خودم شیعه چه خاکی بخور. گفت آقا علی عصبانی شد تو جهنم در رو کند اومد در بهشت و کند و ابوبکر رو ده بزن و عمر رو ده بزن و اومد گریهشون مال عثمان و عثمان شله میخواست در بره نمیتونست چه کتک های خود مردم گریه کرد همه رو کرد تو جهنم شیعه کرد تو بهشت گفتی بابا خدا کنی جهید آخرش آقابت به خیر شدی سخنانیه گفت ببینید چه با گفت اون التفت ساق به ساق قرآن اون آیه رو داره تفسیر میکنه التفت ساق به ساق هستش من روز گرفتاری های قیامته گفت خدا ساق پاشو گذاشت گفت ببین یزید من زدن پا من زخم کردن بخواست نبینه از زهر یزید اون زیره مثلا فلانش گفت به تفسیر قرآن شونه نگاه خب کجا شده ساعت بله وقت داریم ولی من بله آمده بشیم برای نماز اینها ببینید آقای خمینی تو بسته اگه دارید برید شب بخونید یعنی امشب نه اصلا خیلی بخونید مطلب دیگه فرمودن بازی که سر بدن حسین تو کربلا در آوردن که امام معصوم فرمود 1950 تا زخم بدن حسین داشت سرشو بریده بود معصوم چه برده ولی کسی نه بشمرد بوده دیگه فرمود قرآن بدتر زخم و زیلی کردن یک چه رو برای تو تفسیران نوشتن اوزایی نوشتن البته نه کسی بخونه بله به هر دو امانت خیانت کردن در حالی که ولایت امانت پیغمبره اون وقت گفتن که این امانت رو که پیغمبر اگر آسمان ها زمین ما حمله رو معنا میشه به معنای برد بردن دزدیدن آسمان ها و زمین و جبال این نگفتن ما ولی خدا هستیم با این گندگیشون اشفق لمنها اما حمله یعنی برد حمله در زبان عرب به معنای دزدی هم هستش ما میگویم ماشین رو بردن چرا بردن حمله هل انسان این قصف شده ولایت و این انسان ظلوم و جهول بود قاسب این حق بعد داستان عذاب منافقین و منافقان پشتش اومده و بعد مؤمنین و مؤمنات بهره میبرن دنبال سوره احزاب بله این تعبیلش به قصب حق قرسته علی هم تو مال آقابیل هم هم تو رو قابیل هم حجت خدا بود کشتش نزاشت اللهم صل علی محمد